باورم نمیشه رسیدیم درس ششم آخرین درس از دام شیطان از این دور لذت بردین خیلی خوب عالیه باید بگم خیلی خداوند رو شاکرم چون یکی از بهترین مردان خدا به من نگاه کرد و گفت جان هرگز از معیزه کردن این پیغام خسته نشو سال 1995 این حرف رو به من زد خوشحالم که ما بقیه زندگیم قرار همین رو معیزه کنم چون شخصا نیاز دارم که این پیغام رو بشنوم یکی از شبانان ارشدم به من گفت کتاب دام شیطانت رو سالی چهار بار میخونم بهش خندیدم توی یک کنفرانس بودیم گفتم نه بی خیال اغراق میکنی ولی خیلی جدی به من نگاه کرد و گفت نه نه کتاب رو گذاشتم روی کمود کنار تختم و اول ژانویه اول آوریل اول جولای و اول اکتبر اونو میخونم گفتم چرا گفت چون میخوام روکش تفلونی و سختی بر روی خودم بکشم تا مانع ورود لغزش ها بشه با خودم فکر کردم چه مرد حکیمی موعظه این پیغام به نفع خودم هم هست چون خودم هم موعظم رو میشنوم مدام برای خودم هم یادآوری میشه در واقع وقتی کتاب تمرکز بر خانواده رو خوندم سالها از انتشار کتاب گذشته بود میخواستن نسخه صوتی کتاب رو بیرون بدن اومدم خونه و به همسرم گفتم میدونم این کتاب از خداست باید به سه نفر زنگ بزنم خانواده هم گفتن آمین به همین خاطر گفته شده که همدیگر رو روزانه تشویق کنیم به شما هم میگم اگه دفعه اول که این مجموعه رو نگاه میکنین عالیه ولی اگر چندومین باره که نگاه میکنین به خاطر این حکمت تحسینتون میکنم امروز در مورد آشتی صحبت میکنیم پیغامی که موعظه میکنم فقط یک مش نظریه نیست خود من دچار لغزش جدی و شدیدی شدم مردی در زندگیم بود که مثل پدر برام بود خیلی خیلی به هم نزدیک بودیم اون پدر روحانی من بود ولی در طول یک سال کارهایی با من کرد که کاملا ویران کننده بود و در واقع هی بدتر و بدتر می شد طوری که آخر سال اونقدر آشکار شد که دیگران از هر جای کلیسا پیش من می اومدن و می گفتن خوبی من هم جواب می دارم آره خوبم بقیه هم بهم میگفتن میخوای سراغش بری گفتم نه من خاندگی رو که خدا بهم هم داده دنبال میکنم من خوبم اما متوجه نبودم که اونقدر مغرورم که نمیخوام به لغزش خوردن اعتراف کنم لغزش خوردن رو نشونه ضعف میدونستم و مغرور بودم و نمیخواستم به ضعیف بودنم اعتراف کنم پس چی شد؟ چند ماه همینطور پیش رفت و محبت خدا سردتر و سردتر شد این یکی از نشانه هایی که اون موقع توان تشخیصش رو نداشتم خدمت بیشتر برای من تبدیل به شغل شده بود نه اشتیاق. یادم یاد با لیزا توی ماشین بودیم سیدی پرستشی هم گذاشته بودیم فکر میکنم اون موقع کاست بود میدونم اکثرتون نمیتونین ارتباط برقرار کنین با کاست لیزا توی ماشین گریه میکرد و اشک میریخت ولی من هیچ حسی نداشتم خدا خیلی دور به نظر می رسید و من فقط رانندگی میکردم لیزا به من نگاه کرد و صورت بیحس و سرد من را دید و گفت جان چی شده گفتم هیچی هیچی نیست تو پرستش کن من تحمل می کنم اونقدر شرایط بد شد که دیگه تحمل خودم رو هم نداشتم یک روز به حیات پشتی رفتم و بالا رو نگاه کردم کسی توی حیات پشتی نبود بالا رو نگاه کردم و گفتم خدایا آیا من لغزش خوردم؟ صدای از درونم شنیدم بله خب بلندترین صدایی بود که تا امروز از خدا شنیدم شخصا فکر میکنم که صدا رسا بود اونقدر بلند بود که از بیرون صداش رو شنیدم ولی دستام رو پایین آوردم و گفتم نمیدونم چطور باید از این وضعیت بیرون بیام به ایمان بخشیدم روزه گرفتم به گناهانم اعتراف کردم دعا کردم از دیگران خواستم که برام دعا کنن چرا هنوز زجر میبینم چرا نمیتونم از این وضع بیرون بیام فکر میکنم آخر دوره روزه چهار روزه بودم کمی بعدش به مراسم خاکسپاری رفتم و این آقا مراسم رو اجرا میکرد چون دیر کرده بودم ردیف های آخر نشستم یادم میاد سه چهارم راه رو رفته بودم که راه چشمه های وجودم باز شد و شروع به گریه کردم و گریه کردم یادم میاد ردیف های عقب نشسته بودم که با خودم گفتم میبخشمت میبخشمت رهات میکنم من تو رو میبخشم و رهات کنم. با خودم فکر کردم باید قبل از تمام شدن مراسم تدفین برم آمین آخر جلسه رو گفتن و تابوت رو بیرون بردن من هم بیرون رفتم چون چشمام احتمالا از گریه قرمز شده بود فکر کردم تمام شد آزاد شدم بخشیدمش همه چیز حل شد دو هفته بعد باز او رو دیدم وقتی دیدمش فکر کردم چطور اینقدر برکت یافته است اون این کار رو با من کرده اون کار رو با من کرده این کار رو با اون یکی کرده اون کار رو با اون یکی کرده و الان هم داره این کار رو میکنه یادم میاد داغون بیرون اومدم رفتم خونه و همش همین توی ذهنم بود با زنم ناهار خوردم و موقع ناهار در این مورد با هم حرف زدیم. در طول بعد از ظهر در این مورد فکر می کردم. با لیزا سر شام صحبت کردم. موقعی که رفتم به خوابم هم باز درباره همین فکر می کردم. صبح روز بعد هم دوباره دراجه به این فکر می کردم. رفتم دوش بگیرم باز به این فکر می کردم. اونقدر که ترسیدم گفتم خدایا گریه کردم اشک ریختم. گفتم چرا هنوز من در عذابم؟ اما حقیقتی رو نمیفهمیدم و پولس هم در اعمال باب 24 آیه 16 به همین حقیقت اشاره میکنه. پولس گفت از این رو سخت میکوشم. همه بگین میکوشم. تا نسبت به خدا و مردم با وجدانی پاک زندگی کنم. ترجمه دیگه میگه ریاضت میدهم یا تمرین میکنم این ترجمه کینگ جیمزه از کلمات متفاوت استفاده کرده اما میخوام ریشه این کلمه رو با هم بررسی کنیم ریشه این کلمه اسکیوست و به این شکل تعریف میشه تمرین کردن تمام تلاش خود را کردن سعی کردن زحمت کشیدن کاری را با تداوم و تلاش انجام دادن پس این کلمه به معنای متمرکز تلاش یا تمرین کردن هستش مثل زمانی که باشگاه میرین اینو توضیح بدم آردن میشه کمکم کنی لطفا مثلا آردن پسر کوچیکم اینجا وای میسته درشت قدش بلند قویه اینجا رو نگاه کنیم میتونم برم سمت آردن و اینطوری کنم خوشت آردن؟ نه دلیلی که آردن رو انتخاب کردم این بود که میدونستم اون راستش رو میگه الک ممکنه بگه آره خوبه پدر آردن مشکلی نداره میبینین اون خوبه میشه صندلی رو به من بدی میتونم صندلی رو بگیرم و این کار رو بکنم اگه اینطور کنم چی میشه احتمالا آسیب میبینه بعضی وقتها لغزش هایی هست که به ما نزدیک میشن وقتی به ما میخورن خوشمون نمیاد ولی وقتی تموم میشه انگار آب توی هاون کوبیدن مشکلی نداریم لغزش های دیگه هم هست که با برخورد به ما آسیب میرسونن زخم که یک شبه شفا پیدا نمی کنند. اگه با چنین زخمهایی درست برخورد نکنیم هرگز شفا پیدا نمی کنند آردن هنوز دوستم داری خیلی خوب ممنونم چندین سال پیش بچه ها اون موقع کوچیک بودن من و لیزا هم موعظه می در هانالولوی هاوایی کنفرانسی رو برگزار می جای عالی برای کنفرانس. تا آخرین لحظه هم داشتیم توریست بازی در می آوردیم تقریبا 23 سال پیش بود یادم میاد میخواستیم به خلیج هانوما بریم و برای دیدن خلیج دیواری گذاشته بودن روی علامتی که بر دیوار بود نوشته شده بود از دیوار بالا نروید با خودم گفتم چیکار کنم از دیوار بالا رفتم پام را آوردم بالا دیوار سنگی بود و توازن نداشت پای راستم کمی بد جا گرفت و وقتی همه وزنم رو, رو روی زانوی راستم گذاشتم صدای شنیدم و همسر و دستیار شبان توی ماشین به من میخندیدم ولی وقتی اومدم پایین نمیتونستم راه برم اینطوری بودم بیرون اومدن تا به من کمک کنن شش هفته تمام پام توی آتل بود و با اصا راه می رفتم و با ویلچر سوار هواپیما می شدم روز بعد زن دستیار شبان یه مربی و فیزیوتراپ داشت که قرار شد روی زانوی من کار بکنه خود اون آقا هم باشگاه داشت کچل و هیکلی بود و نجات پیدا نکرده بود هنوز توی باشگاه روی زانوم کار میکرد و من درد میکشیدم. آدم بدخلقی بود. یک دفعه بهم گفت میخوای بدونی چرا زانو آسیب دیده؟ گفتم آره. گفت به همه این آدمه نگاه کن. هیچ وقت موقع بالا رفتن از جایی زانوشون آسیب نمیبینه ولی زانوی تو آسیب دید گفتم خب چرا زانوی من آسیب میبینه ولی زانوی اونها نه گفت چون بدنت رو فرم نیست تو ورزش نمی کنی در مورد حرفش فکر کردم آردن رو هم برای همین انتخاب کردم چون هفته پنج روز باشگاه میره اون قویه اگه بعضی از شماها رو مثل آردن بزنم کارتون به دکتر میکشه ولی آردن از پسش بر اومد کسایی هم هستن مثل همسایه کناری ما در اورلاندو فلوریدا که کشتی کجگیر ای بود خیلی خیلی رابطه نزدیکی با هم داشتیم بچه های من و اون با هم در خیابون هاکی و بسکتبال بازی میکردن یه روز به من نگاه کرد و گفت جان بیا فیلم های منو نگاه کن قبل از اون فکر کردم کار کشتی کنجگیرا همش عداست ولی دیدم که صندلی رو, رو روی کمرش شکوندن گیتار آکوستیک رو, رو روی سرش خورد کرد کشتیگیر سوموی 200 کیلویی رو دیدم که از روی تنابهای رینگ پرید روش ولی باز اون بلند شد اگر اتفاق برای کسی دیگه میافتاد طرف له میشد متوجه شدم بعضی از ایمانداران هم همینطور هستند چون مزمور میگه دوستداران شریعت تو را سلامتی بسیار است و هیچی سبب لغزش آنان نمیشود نمیتونید به چنین شخصی آسیب بزنین اگه با ما چنین کاری میکردن آسیب جدی میدیدیم کسانی که در روح قوی هستند هم همینطورند کسانی که ضعیف هستند دعا نمیکنند. انسان باطنیشون رو بنا نمیکنند به کلام خدا وقت نمیدن اون راحت آسیب میبینند ولی کسان دیگه, دیگه هم هستند که وقت به کلام خدا میدن کلام خدا رو دوست دارن وقت به پرستش میدن و مثل همسایه کشتیگیرم و آردن هستن متوجه میشین چی میخوام بگم <applause> یادم میاد یک بار من و لیزا سوار هواپیما شدیم تا به اندونزی بریم رسیدیم و میزبان ها دیدن که با ویلچر از هواپیما پیاده شدم خیلی باعث خجالت بود ادیسون آردن و الک و آستین همراه مادرشون با چرم دونه از هواپیما پیاده شدم و من مرد خدا سوار ویلچر اومدم اون هم گفتن ظاهرا به فیزیوتراپ نیاز داری. فکر نکنم تو با ما اونجا بودی نه تو با ما بودی یادم نمیاد به هر جد پسر کوچیکم فکر نمی کنم اون موقع به دنیا آمده بود به هر حال نه نه بودی بودی به هر حال بودی فکر می اما یادت نمیاد اون آقا روی زانوی من کار میکرد فیزیوتراپ رو دارم میگم گفت آقای بیور میخوای بدونی چطور باید زانوت رو خوب کنی گفتم بله لطفا چطور باید زانوم رو خوب بکنم گفت ورزش هر روز باید ورزش رو تمرین کنی فکر می حرفش منطقیه مثل فوتبالیستا اگه زانوشون آسیب ببینه چیکار میکنن فیزیوتراپی فیزیوتراپی چیه تمرینات متمرکزی که زانوی شخص رو به اول برمیگردونه خداوند به من گفت پس باید چیکار کنی باید تمرین کنی هیچ وقت یادم نمیره خاطرم از که واضح صداش رو شنیدم گفتم خدایا چطور باید تمرین کنم قداس گفت متا پنج رو بخون پس متا پنج رو خوندم به آیه و چهارم رسیدم و به کلام عیسی دقت کردم برای آنان که به شما آزار میرسانند دعای خیر کنید با خودم فکر کردم مگه میشه برای هر کس که به شما آزار رسول دعای خیر کنید میدونی چی جالبه عیسی حتی یک بار هم در اناجی نگفته که برای مادرمون دعا کنیم یه آیه به من نشون بدین نگفته حتی یک بار هم نگفته که برای پدرتون دعا کنید پس آیا برای پدر مادرمون نباید دعا کنیم برای پدر مادر باید دعا کنیم برای من جالبه که عیسی به طور خاص کسی رو جدا میکنه و میگه باید براش دعا کنید که با شما بد رفتاری کرده یادم میاد که خداوند به من نشون داد و گفت براش دعا کن پس از جان بلند شدم و شروع کردم به راه رفتن و گفتم پدر برکتش بده در طول روز فقط همین رو میتونستم بگم روز بعد خداوندا اگه میشه برکتش بده پس با همین صدای یک نواخت و خشک براش دعا میکردم بعد از پنج هفته هنوز وضعیتم همون بود. سه روز روزه گرفتم و خداوند به من گفت مزمور سی و پنج رو بخون. نمی دونستم مزمور سی و پنج چی گفته. پس مزمور سی و پنج رو خوندم ده آیه اول هیچ معنایی برام نداشتن. رسیدم به آیه یازده. این آیات رو ببینین. به سزای نیکویی بدی بر من روا میدارند. به خودم گفتم آه این منم. و مرا به روز سیاه می نشانند. من بهش خوبی کردم و با بدی جوابم رو داد. فکر کردم داوود بعدش میگه باید حسابش رو کف دستش بذاریم. مثل بعضی از مزمورهای دیگه. اما ببینید داوود چی میگه؟ میگه اما آنگاه که ایشان یعنی کسانی که سزای نیکو رو به بدی دادند، آنگاه که ایشان بیمار بودند، من پلاس دربر بر می کردم و جان خیش به روز داری رنجور می ساختم چون دعایم بی جواب باز موی کنان میرفتم آنسان که برای دوست یا برادرم ماتم کنم خداوند به من گفت پسرم دعا کن تا کاری رو که میخوای در زندگی تو خانوادت یا دوستانت انجام بدم در زندگی اون انجام بشه حالا همه چیز تغییر کرد یادم میاد از پشت میز بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن و گفتم پدر دعا می کنم که این مرد تو رو به بهترین شکل ممکن بشناسه دعا می کنم که بهترین شکل ممکن تو رو خوشنود کنه دعا می کنم که دل خودت رو براش آشکار کنی دعا می کنم که حکمت کلامت رو بر اون نمایان کنی دعا می کنم که با مردان و زنانی احاطهش کنی که مشورت الهی رو در زندگیش اعلام کنن از خبیسان و شروران رهاییش بده با مردان و زنان مقدس احاطهش کن می که سرمایه رو از جایی که انتظار نداره به خدمتش وارد کنی پس به این شکل دعا کردم ولی باید بگم اصلا آسون نبود دردناک بود پس بعضیا فکر میکنن برای اینکه دعای ما درست باشه باید احساس خوبی داشته باشیم اما نکته ای رو باید بهتون بگم مثلا وقتی کسی پشت دستگاه جلوی ران میشینه و باید وزنه 7 8 کیلویی رو با پا بلند بکنه چون دوران نقاهت پارگی ربات صلیبی رو میگذرونه موقع زدن این حرکت از شدت درد میخواد داد بزنه و بکوبه توی سر فیزیوتراپ چون خیلی دردناکه پس نمیتونی فقط در مورد چیز دعا کنی که احساس خوبی بهش دارین باید حقیقت رو دعا کنین پس با تمام قوا و آخرین حد توانم براش دعا کردم که اون هم نبود هر روز همین کارو کرد و تقریبا پنج دقیقه براش دعا کردم <applause> یادم اومد بعد از دو هفته اشتیاق بیشتری به این کار پیدا کردم براش دعا کردم هیجان زده بودم که براش دعا می کردم <applause> چه اتفاقی افتاد؟ شفا پیدا کردن خودم شروع شد متوجه حرفم میشین چند هفته ای به همین شکل دعا کردم و یادم میاد که از همون روسا صبح زود بیرون رفتم جایی که ساختمان سازی کردم دعا میکردم و یادم میاد برای این شخص دعا میکردم که یک دفعه در روح می شنیدم فلانی من تو رو دوست دارم اسمش رو صدا زدم و گفتم دوست دارم حس کردم آتاشخال ها رو اومدن واقعا مثل زباله بود فکر کردم شفا پیدا کردم شفا پیدا کردم و کاملا شفا پیدا کردم رفتم خونه و ماجرا رو برای زنم تعریف کردم گفتم عزیزم من شفا پیدا کردم چون لیزا قبلا به من گفته بود جان باید براش دعا کنی حرف کاملا درستی میزد گفتم لیزا من شفا پیدا کردم من شفا پیدا کردم اون خوشحال شد هیجان زده بود اما دوباره دو هفته بعد دیدمش اسمش رو هم نمیتونم بگم فکر کردم الان باید چیکار کنم همسرم که بعضی وقتها اونقدر نبوتی حرف میزنه که میترسونه منو از دست زنم و روح القدس نمیتونم از زیر هیچی در برم همسر من رو نشوند و گفت عزیزم باید بری پیشش گفتم وا و یک دفعه از روی مبل پریدم گفتم نه 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 من دعا کردم من شفا پیدا کردم همه چی خوبه لیزا گفت باشه پس بیرون رفتم و دعا کردم و گفتم خدایا آیا باید برم پیشش اون گفت بله به قوت حرف قبلیش نبود ولی قوی بود معرفی مسنجر ایکس فضایی کاملا جدید برای دانلود منابع و پخش ویدیوها این یک کتابخانه دیجیتال از تاپی منابع شاگردسازی از طرف جان و لیزا بیبر شامل دروس ویدیویی، کتاب‌های صوتی، کتاب‌های الکترونیکی، فیلم‌های کوتاه و کتاب مقدس. این فضای جدید بر روی تمام دستگاه‌های شما قابل کاربرد است. کاملا رایگان و در 111 زبان شاگردسازی برای همه در همه جا. اپلیکیشن را از مسنجر ایکس دانلود کنید. ایسا دو جای مختلف اشاره میکنه که باید پیش برادرتون بریم. اول بگم که اکثرا برادرت رو چطور تفسیر میکنن. الک این دفعه تو به من کمک میکنی؟ اکثرا این طور فکر میکنن وقتی عیسی میگه نزد برادرت برو خیلی اینطور تفسیر میکنن الک تو این کار اون کار رو با من کردی میخوام بدونی که من میبخشمت با این کار چی کار میکنن؟ از آیه که عیسی گفته نزد برادرت برو استفاده میکنن تا شما رو خراب کنن و بگن چقدر باشون بد رفتاری کردین اما منظور عیسی از نزد برادرت برو این نبود مرسی الک هدف ایسا از گفتن نزد برادرت برو برقراری آشتی بود بین بخشش و آشتی فرق اساسی هست خیلی ها این رو درست درک نمی کنن. این دوتا رو با هم قاطی می کنن. اما اینها از هم جدان برای درک فرق بین بخشش و آشتی باید به صلیب دقت کنین ایسا کی ما رو بخشید؟ وقتی که به صلیب کشیده شد و گفت پدر اینان رو ببخشی نمی نمیدانند چه میکنند فقط در مورد سربازان و سنهدرین حرف نمیزد در واقع با نسل بعدی هم حرف میزد نسل بعد از اون بعد از اون کتاب من و شما برسه چون گناه ما بود که عیسی را به صلیب کشید مسئله اینه عیسی ما رو قبل از اینکه معذرت خواهی کنیم بخشید میدونین چقدر به کسایی برخوردم که گفتند اگه معذرت خواهی کنن من میبخشمشون اگه عیسی هم منتظر شما میمون تا بگین ببخشید اون موقع چی میشد اگه اینطور میشد همه الان جهنم بودیم عیسی قبل از اینکه بگیم ببخشید ما رو بخشید اما کی با عیسی آشتی داده شدیم وقتی از گناهانمون توبه کردیم و گفتیم عیسی ببخش تو درست میگفتی من اشتباه کردم لطفا منو ببخش چه چیزی باعث توبه شد کلام خدا در رومیان یک یا رومیان دو میگه نیکویی خدا نیکویی و مهربانی خدا وقتی عیسی میگه نزد برادرت برو چنین چیزی رو مد نظر داره میخواست فضایی از نیکویی ایجاد کنه تا طرف مقابل بگه معذرت میخوام وقتی پیشش میرید و میگید این کارو کردی اون کارو کردی ولی من میبخشمت در واقع مجبورش میکنین که چی بگه بگه ببخشین خدا به واسطه همسر هم من رو به چنین کاری واداشت هدیه خیلی خوبی خریدم چیزی که خودم رو واقعا دوست داشتم رو و کادو پیچیش کردم و باهاش قرار گذاشتم رفتم به دفترش و گفتم این رو برای شما گرفتم خواستم تشکر کنم و این رو بهت بدم کادو رو باز کرد و چشماش از تعجب گرد شد سرش رو بلند کرد و به من نگاه کرد هرگز یادم نمیره میتونم چشمام رو ببندم و اون صحنه رو تصور کنم چشماش باز بود دهنش باز بود گفت واو مرسی نمیدونست چی باید بگه اینطور حرفم رو شروع کردم چون به این شکل میخواستم جو نیکویی ایجاد بکنم آیا خدا قبل از اینکه نجات پیدا کنید آفتاب رو به شما نتابوند آیا قبل از نجات پیدا کردن به شما غذا نداد آیا قبل از نجات پیدا کردن سخفی بالای سر شما نگذاشت بهش نگاه کردم و گفتم میدونی چیه دعا میکردم که متوجه شدم مدام از شما انتقاد کردم گفت نه نه از من انتقاد نکردی گفتم چرا کردم ته دلم میدونم که این کارو کردم خدا هم همین رو به هم نشون داد گفت میبخشمت بعد سفره دلش رو پیش من باز کرد و با هم حرف زدیم گفت خب منم این کارو کردم یک دفعه شروع کرد حرف دلش رو زدن همون موقع توی دفتر تونستم باهاش آشتی کنم چون چیزی بین ما نبود یادم میاد وقتی از دفترش بیرون اومدم احساس آزادی می کردم یادم میاد بعد از دو سه روز آزادانه زندگی می کردم آزادی که چند سال حسش نکرده بودم به همسرم نگاه کردم و گفتم میدونی چیه وقتی اولین بار این مرد رو دیدم فکر کردم که هیچ خطایی ازش بر نمیاد پس دوستش داشتم اما چنین محبتی محبت نابالغه چون وقتی متوجه خطایی که در حق من مرتکب شده بود شدم دیگه دوستش نداشتم گفتم این محبت نابالغه اما میدونی چی با این حال شاید امروز هم هنوز خطاهاش رو میبینم ولی با شدتی که اولین بار دیدمش دوستش دارم این محبت خداست چون در اول پتروس 4 8 گفته شده زیرا محبت انبوه ها را میپوشاند زندگیم خانوادم خدمتمون دیگه مثل سابق نبود من و لیزا به اون زمان برمیگردیم و صحبت میکنیم که چطور من رفتم و آشتی کردم و همه چیز در زندگی ما تغییر کرد همه چیز اگه اون مرد رو نمیبخشیدم هرگز امروز این افتخار رو نداشتیم که دیگران رو بر طبق اون عطایی که خداوند به من و لیزا بخشیده خدمت و کمک کنیم. اگه نمی خیلی تلخ می شدم. مبشر تلخی که سعی می کرد خاندگی خدا رو در زندگیش محقق کنه. این اتفاق من رو برای همیشه تغییر داد. برای رفع سوی تفاهمات احتمالی رو هم اضافه کنم. عیسی دو بار گفت که پیش برادرتون برین. دفعه اول که آیش رو هم در کتاب آوردم، پس لطفا کتاب رو بخونین دفعه اول میگه اگه برادر چیزی رو از تو به دل داشت و دفعه دوم میگه اگه تو چیزی رو از برادرت به دل داشتی مورد من دومی بود من از اون چیزی به دل داشتم پس پیشش رفتم و میدونستم باید این کار رو انجام بدم چون اون هم چیزی از من به دل داشت در اون جلسه متوجه چنین موضوعی شدم نکته مهم اینه اون چیزی که جلسه اول گفتم رو تکرار میکنم لوقا 17 یک از لغزش گریزی نیست باز تکرار میکنم معادل یونانی لغزش سکاندلونه که به تعمه اشاره داره که به دام چسبونده میشه تا شکارچی بتونه حیوانات و پرندگان رو بگیره دام شیطان تعمه شیطانه لغزش ها دام هایی هستن که ما ایمانداران رو به اسارت میکشونند اصلی که ما ایمانداران باید طبق اون زندگی بکنیم در رومیان دوازده هجده اومده اگر امکان دارد تا آنجا که به شما مربوط می شود با همه در صلح و صفا زندگی کنید به عبارت دیگه گاهی این کار غیر ممکنه کسانی هستند که نمیشه با اونها آشتی رو برقرار کرد. عیسی در متا 18 میگه چطور باید با چنین شرایطی روبرو بشیم؟ توی کتاب هم من به این موضوع پرداختم. اما میگه اگه امکان دارد یا تا جایی که امکان دارد با همه در صلح و صفا زندگی کنید. با شهادت میخوام درس تموم بکنم و بعد با هم دعا میکنیم. فلوریدا کنفرانسی رو برگزار می کردم. این اتفاق فکر کنم دیگه توی ذهنم هک شده. کنفرانس شلوغ بود و رهبر کنفرانس آماده می شد تا من رو معرفی بکنه. گفت قبل از معرفی مهمان امشب فلانی و فلانی بیان و شهادتش رو برامون تعریف کنن. یادم میاد آقای روی استیج اومد که انگار همین الان از سر ساختمون اومده بود. شلوار جینش کثیف و پارو و سوراخ بود. پیراهنش کثیف بود، شبیه کارگرهای ساختمانی بود. ریش داشت، اومد روی استیج جلوی همه میزبان برنامه شروع کرد به مصاحبه باهاش گفت میدونین چیه اصلا فقط داستان زندگیت رو تعریف کن اونم میکروفون رو گرفت و گفت من 36 سالمه و در خانواده مسیحی بزرگ شدم از موقعی که یادم میاد مسیحی بودم ولی در تمام زندگیم بین من و خدا دیواری بود همینطوری هم به کلیسا میرفتم همه از حضور خدا لمس می شدم ولی من فقط نگاهشون می کردم. حس می کردم که دیواری بین من و خدا هست. می گفت سعی کردم دعا کنم و به حضور خدا بیام ولی هیچ وقت نتونستم. چند هفته پیش کسی کتاب دام شیطان رو به من داد. کتابی که قرار بود دربارش توی کنفرانس حرف بزنیم. گفت کتاب رو دو روزه خوندم. وقتی با آخر کتاب رسیدم متوجه شدم که من مادرم رو نبخشیدم. گفت مادرم وقتی شش ماه بود مرا به کس دیگه ای سپرد. پس با مادرم تماس گرفتم برای دومین بار در سی و شش سال باهاش حرف زدم گفتم مامان من تو این 36 سال تو رو به خاطر من منو رها کردی نبخشیدم مادرش رو به گریه میکنه و میگه من 36 ساله که به خاطر این کار از خودم متنفرم اون پسر مادرش رو میبخشه مادر هم خودش رو بخشید یادتون میاد عیسی گفت اگر از کسی چیزی به دل دارید آنها رو ببخشید و این شامل خود شما هم میشه اگه خدا شما رو بخشیده پس شما هم باید خودتون رو ببخشید مادرش خودش رو بخشید اون آقا به شدت گریه میکرد اونقدر که اشک از ریشش روی پیراهنش میریخت منم روی صندلیم نیمخیز شده بودم با خودم میگفتم واو داره با گریه به ما میگه دیوار 36 ساله بین من و خدا کاملا از بین رفت گفت الان سه هفته است که همینطوری گریه میکنم میگفت ها با همین وضع دعا میکنم همینطور وقتی به جلسه میام آیا حق لغزش خوردن داریم آره حق داریم که هر کاری بکنیم حق دارین اگه میخواین به جهنم برین و برای همیشه بسوزین خدا از حق شما برای سوختن در جهنم دفاع میکنه چون به ما اراده آزاد داده اما اگر میخوایم با خدا همراه بشین حق ندارین که لغزش بخورین دو اشتباه برابر یک کار درست نیست بدرفتاری با شما از اول اشتباه بوده ولی بدرفتاری با شما توجیه لغزش خوردن شما نیست بدی رو نباید با بدی جواب داد باید دعا کنیم و مسئولیت گناه در لغزش ماندن و خودداری از بخشیدن رو بپذیریم و بعد ببخشیم آیا میتونیم این کار رو بکنیم؟ میتونیم همین الان با من دعا کنین؟ در دعا هدایتتون میکنم و میخوام شما هم که ما رو نگاه میکنین با ما دعا کنین دعا میکنم و بعد از من تکرار کنین پدر آسمانی در نام عیسی مسیح شکرت میکنم که با من به واسطه این درس سخن گفتی به واسطه این کتاب دام شیطان من متوجه شدم بر ضد تو گناه ورزیدم با خودداری از بخشیدن و لغزش خوردن متوجه شدم که بدی رو با بدی جواب نباید داد من گناه هم رو خیلی وقته که توجیه می کنم به خاطر اینکه خیلی با من بدرفتاری شده پس این لحظه به حضور تخت تو میام و از تو میخوام که منو ببخشی. منو به خاطر نبخشیدن ببخش. به خاطر تلخی، به خاطر بدخواهی، به خاطر ماندن در لغزش. همین الان توبه میکنم. من از لغزش دوری میکنم. همین الان از ته دلم میبخشم. میخوام اسم اون اشخاص رو زیر لب بگین مادر پدر فامیل دوست یا شبان قبلی فقط اسمشون رو زیر لب بگین اونها رو تصور کنین و اسمشون رو بگین و بگین میبخشمت و رهات میکنم هی چی تو به من بدهکار نیستی اونها رو ببخشین و حالا پدر دعا می کنم هر کس که دعا کرد می طلبم که حضور تو همین الان در زندگی اون تجلی پیدا کنه رول قدس محبت خودت رو فرو بریز و دل اونها رو تازه کن ریشه های تلخی رو در نام عیسی مسیح از زندگی شما بیرون می کشم پدر شکرت می کنم برای جاری کردن اون چیزی که الان در روح میبینم محبت خدا که در دلهای همه جاری شده و شفا رو محقق میکنه در نام عیسی مسیح آمین حتما بعضی از شما باید زحمت بیشتر بکشین و تمرین کنین برای این افراد دعا کنین هر روز براشون دعا کنین دعا کنین همونی که خودتون از خدا میخواین در زندگی اونها انجام بشه به عظیمترین کاری که میخواین خدا در زندگیتون انجام بده فکر کنین دعا کنین تا این اتفاق برای اونها هم بیفته و بعد متوجه میشین که شفا پیدا کردین در اون مرحله پیش اون شخص برین تا وقتی که کامل دعا نکردین و شفا پیدا نکردین پیش اون شخص نرین چون معلوم میشه که اونها رو نبخشیدین از نحوه حرف زدنتون معلوم میشه باید به خاطر خودشون پیش اونها برین نه فقط به خاطر خودتون آمین باعث افتخار بود که تونستم با شما که اینجا هستین و کسانی که به صورت گروهی یا تنها این جلسات رو تماشا کردن صحبت کنم افتخار میکنم که فرصتی داشتم تا بهتون بگم چطور از دام لغزش آزاد بشین آزاد بشین و دیگران رو هم آزاد بکنین این کتاب رو به دیگران هم بدین کلام خدا را با مردم در میون بگذارین و دیگران را از لغزش عظیمی که عیسی نبوت کرد روسای آخر رخ میده آزاد کنین فکر کنم وقتی مسیحیان و ایمانداران از تله دام شیطان کاملا آزاد بشن شاهد عظیم ترین حرکت خدا خواهیم بود خدا برکتتون بده از خوندن کتاب لذت ببرید